سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان عزیز و بینندگان محترم. دوباره فرصت داره ایجاد میشه پاسکاری توسط بازیکنان تراکتور. حالا ملوان موفق نشده تراکتور رو در تبریز شکست بده. شجاع خلیل‌زاده، امیر حسین حسین‌زاده، فرصت هست برای تیم تراکتور. نادری، رحمان جعفری و نتونست توپ رو بزنه و داور اعتقادی به پنالتی نداره. این اون صحنه بود که رحمان جعفری اومد ضربه رو بزنه که حامد نور محمدی اجازه حرکت رو نداد و داور هم اعتقادی به خطای پنالتی نداشت. نصف و نیمه توپ رو برگردون، فرصت برای ملوان داره ایجاد میشه. حرکت تند و تیز، خود حسینی تکل میزنه اما تکلش نگرفت. یه سال بلند، یه موقعیت، یه ضربه سر و گل. گل اول برای تیم ملوان، محمد رضا سلیمانی. ملوان بندر انزلی 1 تراکتور 0. ببینید صحنه رو، ارسالی که انجام شد و ضربه سری که میزنه بازیکن تیم ملوان محمد رضا سلیمانی و توپ وارد دروازه میشه. فرصت برای تراکتور میتونه ایجاد بشه اما مدافعان ملوان نصف و نیمه توپ رو برمیگردونن. دوباره فرصت برای تراکتور و رحمان جعفری که اجازه حرکت رو بهش ندادن و در نهایت این اون صحنه بود که رحمان جعفری میخواست شوت رو بزنه و مدافع تیم ملوان زودتر به توپ رسید، نتونست پاس رو به مقصد برسونه. حالا امین حسین حسین‌زاده ارتباط رو قطع کرد. نادری، فرصت برای تراکتور در محوطه جریمه و در نهایت خطا. ببینید صحنه رو، محمد طیبی رو با خطا متوقف کرد. امین حسین حسین‌زاده پاس رو میندازه برای حسینی. خود حسینی منطقه بازی رو میخواست عوض بکنه اما ترجیح میده کنار دستش پاس رو بندازه. دوباره برای ریکاردو آلوز، یه بار دیگه تراکتوری ها خیمه میزنن بر روی دروازه ملوان. یه پاس که اونجا هم بازیکن تیم تراکتور نقشه بر زمین میشه و داور اعتقادی به پنالتی نداره. نادری بود که حرکت رو انجام داد، پاس رو انداخت. امیر حسین حسین‌زاده نقشه بر زمین شد و امروز در از حضور در ورزشگاه یادگار ما محروم هستند. یه لحظه فرصت برای تیم تراکتور و گل و گل گل مساوی و امیر ابراهیم زاده بازیکن تعویزی، تعویز طلایی لقب میگیره، از اشتباه مدافعان استفاده کردن و بازی رو به تساوی کشوندن. امیر ابراهیم زاده زنده که گل مساوی برای تیم تراکتور. ریکاردو آلوز، ببینید یه بار دیگه صحنه آهسته گل رو که امیر ابراهیم زاده زد. ریکاردو آلوز آغاز کننده بود، یه لحظه اشتباه از مدافعان هاشم زاده، هاشم نژاد روی توپ اثر گذاشت و در نهایت یه بغل پای خوشگل و تمیز از امیر ابراهیم زاده که توپ رو وارد دروازه کرد. دوباره فرصت، سجاد آشوری، یه سال بلند، یه موقعیت. حالا ریکاردو آلوز معتقده که خطای هند اتفاق افتاده. بله، و داور هم همچه اعتقادی رو داره. ببینیم کدوم بازیکن میزنه. سجاد آشوری و گل و توی دروازه و گل دوم. سجاد آشوری، پرهام قنات هر کاری کرد به توپ نرسید. ببینید صحنه رو، ضربه خوب و ایدال، یه گل قشنگ. فرصت برای حمله تراکتوری ها، یه پاس تند و تیز اگر به توپ برسه میتونه خطر ایجاد بکنه. ابراهیم زاده، یه پاس، یه فرصت و گل سوم و گل سوم. امیر حسین حسین‌زاده، ببینید صحنه رو، از همونجا ضربه رو زد و امیر حسین حسین‌زاده که خودش رو رسوند و از اشتباه دروازه‌بان تیم ملوان استفاده کرد و گل سوم برای تیم
تراکتور به ثمر رسید. تراکتور 3. و همینطور سجاد مسیب زاده که وارد زمین مسابقه میشه.